پلاستیک، ماده‌ای با ویژگی‌های منحصر به فرد که مدت هاست جای ثابتی را در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است. از 1950 میلادی پلاستیک ها کم کم به زندگی ما راه پیدا کردند. در ابتدا به عنوان سمبل تکنولوژی و نوآوری و تجدد بودند، از لوازم آرایش گرفته تا کاشی های آشپزخانه و اسباب بازی هایی که از پلاستیک ساخته شده بودند، تا اینکه رفته رفته تولید اون در سطح جهانی افزایش پیدا کرد و در دهه 70 میلادی عملاً در بسیاری از نقاط دنیا پلاستیک ها جزء لاینفک لوازم منزل در هر خانه بوده. علاقه ما به پلاستیک بیدلیل نیست. تولید مقرون به صرفه آن را به ماده اولیه ارزان قیمت تبدیل کرده است. پنج ویژگی رو به صورت کلی میشه گفت. یکی راحتی استفاده هست. دیگری استقامت و قدرتشون هست. ماندگاریشون. دیگری واکنش نشان ندادن. به عنوان مثال میدونید که غذا بدون اینکه واکنش بده با اون ظرف پلاستیکی میتونه تا مدتی در یخچال نگهداری بشه. و دیگری وزن سبک این مواد هست. و همه اینا رو ما میتونیم در این کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف که در همه جای دنیا به وفور یافت میشه ببینیم. پلاستیک و این همه ویژگی، پس مشکل از کجاست؟ همین ویژگی های منحصر به فرد هستند که پلاستیک را به شمشیری دولبه تبدیل کردند. مثلا یک بطری پلاستیکی برای تجزیه به 450 سال زمان احتیاج دارد. اما این استفاده روزمره از پلاستیک و پیوسته که در چند دهه گذشته ادامه داشته باعث شده که این پلاستیک ها به طبیعت همراه پیدا کنند و مشکلات اساسی برای ما به وجود بیارن که معروف ترین اون که همه دنیا الان نسبت به اون واکنششون دادن آلودگی پلاستیک ها در اقیانوس ها و منابع آب هست. و مشکل ما اینجاست که از سال 1950 تا الان نزدیک به 9 میلیارد تن در سطح جهانی پلاستیک تولید شده. اگر ما بخوام اینو با اهرام مصر مقایسه کنیم، وزن پلاستیک تولید شده در سطح جهانی در 7 دهه گذشته معادل 1600 هرم از بزرگترین اهرام مصر در کنار هم است. سالانه 21 تن کیسه پلاستیکی در میادین تره‌بار تهران استفاده می شود. این رقم برای کل کشور بیش از 177 هزار تن است. تصورش هم سخت است، اما جالب است بدانید هر قرفه میدان میوه و تره‌بار در تهران روزانه حدود 8 کیلو و نیم کیسه پلاستیکی مصرف می کند. اما چه اتفاقی برای پلاستیک ها در طبیعت میفته؟ بیان 3 تا بطری پلاستیکی رو در نظر بگیریم که میتونن 3 سرنوشت متفاوت داشته باشن. اولینش این هست که اینها در لندفیل یا به محل دفن سایر زباله ها میرن. این بطری ها معمولا ترکیبات شیمیایی، شیر، نوشابه و غیره داخلشون هست یا حتی مواد سمی شیمیایی. و در اثر بارش باران و برف بعد از شاید سالها شیرابه کم کم شسته میشه اینها و راه پیدا میکنن به سفره های آب زیرزمینی یا رودخانه ها یا حتی منابع آبی که ممکنه صدها کیلومتر با اون فاصله داشته باشه و اثر مخربی رو بر بسیاری از اجزای اکوسیستم دارن. آمارها در مورد مصرف سالانه پلاستیک در ایران مختلف هستند، از 350 هزار تن گرفته تا 500 هزار تن. مهم نیست کدام یک از این ارقام واقعی هستند. مهم این است که ما برای کاهش این ارقام چه می‌کنیم. کاهش کالاهای غیر ضروری پلاستیکی اولین قدم است. اطرافمان را نگاه کنیم. چند کالای پلاستیکی غیر ضروری می‌بینیم؟ چند روز گذشته را مرور کنیم.
آیا استفاده از نی پلاستیکی یک بار مصرف برای نوشیدن نوشابه یا استفاده از ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی برای پخش شعله زرد نظری ضروری بودند؟ قدم مفید دوم امتناع است. شاید کیسه های پلاستیکی برای مایی که موقع خرید کیف یا ساک شخصی همراه نداریم مجانی باشند، اما این پلاستیک ها برای محیط زیستمان مجانی از آب در نمی آیند. این بار که فروشنده کیسه پلاستیکی مجانی را به ما تعارف کرد، می توانیم امتناع کنیم. برمی گردیم به سرنوشت متفاوت سه بطری آب. بطری دوم بطری است که در رودخانه ها رها می شود. با وجود مقاومت این ماده در برابر تجزیه پذیری، پلاستیک رها شده در آبها به آرامی به ذرات ریز و مضری تجزیه می شود. سرنوشت دوم که در خیلی از جاهای اروپایی یا آمریکا می بینیم این هست که ذرات پلاستیکی که به رودخانه می ریزن راه خودشون رو در دریا پیدا می کنن یا در اقیانوس ها. جریاناتی که در دریاهای آزاد هستن و در اقیانوس ها به خصوص این جریان های مارپیچی یا صلاحاً ورتکس باعث شده که ما در نقاط به خصوصی از اقیانوس ها سطوح گسترده پلاستیکی در حد چندین کیلومتر داشته باشیم که این پلاستیک ها انباشته شدن در کنار هم و کیلومترها از سطح دریا را آلوده کردن. الان دانشمندان دیدن که حتی در عمق 6000 متر یا حتی پایین‌تر در بسیار از آب‌های دنیا ذرات پلاستیک یک بار مصرف به وفور دیده میشه و یا در عمق 11000 متر که عمیق‌ترین نقطه اقیانوس هست آثاری از پلاستیک یک بار مصرف پیدا کرده. اما پلاستیک‌ها درسته که به لحاظ شیمیایی به راحتی تجزیه نمیشه، اما لحاظ فیزیکی اینها تحت تأثیر جریان‌های فیزیکی و نیروهای فیزیکی خرد میشن، تکه تکه میشن و تبدیل میشن به ماکرو پلاستیک و ذرات بسیار کوچکی از پلاستیک که توسط بقیه جانداران بلعیده میشن در دریاها و کم کم وارد چرخه غذا میشن و حتی میتونن دوباره به بدن انسان برسن. استفاده مجدد یکی از قدم‌های مفید دیگر در راستای کاهش مصرف پلاستیک است. مشکل اصلی لوازم یک بار مصرف پلاستیکی عمر کوتاه آنهاست. شاید با کمی خلاقیت بتوانیم راه‌هایی برای استفاده مجدد و افزایش عمر وسایل پلاستیکی پیدا کنیم. و اما بازیافت، فرایندی که شاید اسمش را بارها شنیده باشیم. برخی با خیال راحت پلاستیک مصرف می‌کنند، چرا که فکر می‌کنند پلاستیک‌ها به آسانی قابل بازیافت هستند. در ایران سالانه تنها 7% از زباله‌های تولید شده بازیافت می‌شوند. کاری که از دست ما برمی‌آید جدا کردن زباله‌های تر و خشکمان است. و اما سرنوشت بطری سوم. بطری سوم میتونه ریسایکل بشه و بازیافت بشه و بارها و بارها مورد استفاده قرار بگیره با حداقل تأثیر منفی بر محیط زیست. به صورت کلی بهترین راهکار ما برای کاهش آلودگی محیط زیست در اثر پلاستیک ها کاهش استفاده از پلاستیک، استفاده مجدد و بازیافت اونها هست. در کنار این دانشمندان دارن سعی میکنن ترکیبات پلاستیک یا پلاستیک مانندی رو با همون خواص تهیه کنند که باکتری ها به راحتی بتونن یا طبیعت به راحتی بتونه اونها رو تجزیه کنه و زمان تجزیه اونها به نسبت پلاستیک های موجود در بازار کوتاه‌تر باشه. اما واقعیت این هست که پلاستیک ها رو ما نمیتونیم از طبیعت حذف کنیم یا از زندگی خودمون اگه بخوام دقیق‌تر بگم، بلکه باید بهینه کنیم استفاده از اون رو تا نه تنها اشتباهات گذشته جبران بشه، بلکه در آینده هم ما مشکل جدیدی رو برای محیط زیست به وجود نیاریم.